عرض سلام و ادب و احترام خدمت همه بینندگان خوب برنامه فیت. امروز میخوایم بریم سراغ عضله سینه بزرگ و بگیم که این عضله در کجا قرار گرفته، چجوری کار میکنه و نحوه انجام صحیح حرکاتش هم بگیم. اما قبلش باید خوب بدونیم که این عضله در کجا قرار گرفته و برای اینکه اینو بدونیم باید خوب آناتومی رو بشناسیم تا بتونیم ببینیم که این عضله به کجاها متصل شده و چجوری کار انجام میده. خیلی خوب، بریم سراغ آقای فیت و توی این قسمت با نحوه استخوان‌ها، قرارگیری استخوان‌ها آشنا شید. همونطور که دارید میبینید در قسمت قرارگیری سینه بزرگ ما استخوان‌هایی مثل استخوان ترقوه، جناق سینه و دنده‌ها رو داریم. استخوان جناق سینه همونطور که میبینید یه استخوان عمودی است که تشکیل از سه قسمت شده و استخوان ترقوه هم استخوانی است که افقی و عضله سینه بزرگ در یک سوم ابتدای این استخوان قرار گرفته. تمام استخوان جناق سینه رو گرفته تا دنده ششم. تمام این سه قسمت یعنی دنده ها، جناق سینه و ترقوه عضله بهش متصل میشه، جمع میشه و به حدود 5 سانتی متر پایین تر از استخوان بازو متصل میشه. خب زمانی که متصل شد برای ما چند تا کار رو انجام بذاریم. یک قراردادی اینجا ما با خودمون بذاریم، این عضله رو فکر کنیم که تارهاش فقط کوتاه میشه. خب اگر از اینجا به اینجا یک تار داشته باشیم دست رو به سمت داخل و بالا میاره. اگر از این نقطه به این نقطه یک تار عضله داشته باشیم دست رو به این حالت خم میکنیم و چون این عضله به قسمت بیرونی استخوان بازو چسبیده میتونه عضله رو از استخوان رو به سمت داخل هم چرخش بده. خیلی خوب، بریم تمام اینها رو روی یک عضله طبیعی که توسط یکی از قهرمانای خوب کشورمون میخوام بررسی کنیم نشون بدیم. خب همونطور که خدمتتون عرض کردم عضله سینه بزرگ دو تا سر ثابت داره، سر ترقوه‌ای و سر جناقی. گفتیم تا 6 دنده اول پایین میاد، جمع میشه و تمام این تارها به این صورت، به این صورت به داخل استخوان بازو به سمت خارجش متصل میشه. خب حالا چند تا کار میتونه انجام بده؟ یکی این که دست رو به سمت بالا بیاره. خب اما در قسمت میانی سینه اگر دست در این حالت باشه یعنی فلکشن افقی داشته باشه این عضله خوب تحت فشار قرار میگیره. برای قسمت زیر سینه‌اش هم دست بایستی از بالا به سمت پایین بیاد، یا بایستی این کارو بکنیم یا تو بدنمون شیب بدیم مثلش میز بالا سینه، میز سینه و میز زیر سینه. خب چند تا حرکت رو با هم ببینیم، من رو حرکت ها توضیح خواهم. بریم کار رو با حرکت پرس سینه دمبل شروع کنیم. این حرکت به کل عضله سینه فشار وارد میکنه، اما بایستی بدونیم بیشترین قسمتی که تو این عضله درگیره قسمت میانیشه، چون دست کاملا عمود بر بدنه. بریم حرکت رو ببینید، الان دست کاملا عمود بر بدن، پس قسمت میانی بیشتر از بقیه جاها درگیره. این به این نیست که قسمت بالایی یا پایینی مورد انقباض قرار نگیره، نه، همه ی عضله سینه تحت فشار اما قسمت میانی بیشتر. خب بریم روی قسمت بالای سینه هم یه مقداری کار کنیم. قبل از اینکه به حرکت بالا سینه برسیم بذارین یک حرکت دیگه ای هم که در سطحش افقی انجام میشه و خیلی هم مهمه من بهش اشاره کنم، حرکت قفس سینه دم. توی این حرکت همونطور که دست باز میشه
ما فلکشن خاصی یا خم کردنه یه خاصی در این قسمت نداریم و فقط یک مقداری برای اینکه آسیب نبینه آرنج رو خم میکنیم، حرکت رو انجام میدیم. حالا همونطور که میبینیم فشار کار از قسمت بیرون به سمت داخل. اگر در این قسمت ما یک انقباضی در قفسه سینمون در عضله سینمون ایجاد کنیم، به قسمت داخلی عضله سینه فشار خوبی وارد میکنیم. اما یادمون باشه بازم فشار از سمت بیرون به سمت داخله. ما این حرکت رو نمیتونیم فقط برای قسمت میانی سینه انجام بدیم. اگر بخوایم حرکتی برای قسمت میانی انجام بدیم، بایستی حرکتی باشه که سر ثابت و متحرک عوض شه. الان سر متحرک این قسمته، داره میره به سمت سر ثابت، و اگر بخوایم برای وسط باشه بایستی اینو جابجا کنیم. چه حرکتی برای این کار خوبه؟ حرکتی مثل شناسوئدی. تو شناسوئدی دست ثابته و تنست که داره به سمت بالا و پایین میاد، پس فشار از سمت داخل به سمت بیرونه. خب اگر اینجا ما بخوایم به قسمت بالای سینه بیشتر فشار وارد کنیم، بایستی به زاویه به میزمون یک زاویه حدود 45 درجه بدیم. توی این زاویه قسمت بالای سینه بیشتر درد میشه. اما اگر از این زاویه بیشتر به سمت بالا بیایم، حالا قسمت جلوی سرشونه هم تحت فشار قرار میگیره و اون فشاری که باید به قسمت بالای سینه بیاد نمیاد. خیلی خوب، حالا کار رو شروع میکنیم. میز در حالت 45 درجه تنظیم شده، دست به سمت بالا، جوری که عمود بر زمین، نه عمود بر بدن، عمود بر زمین حرکت رو انجام میدیم. میبینید باز فشار از سمت بیرون به سمت داخل عضله سینه بزرگ. حالا اگر بخوایم به قسمت داخلی بالای سینه بیشتر فشار بیاریم، بایستی دست رو به سمت داخل بچرخونیم. ببینید مچ دست ها به سمت داخل، حالا زاویه حرکتمون بیشتر میشه. همونطور هم که گفته بودم خدمتتون، فشار از سمت بیرون به سمت داخل. پس هر چقدر این بالا زاویه بیشتری داشته باشیم، به قسمت میانی بالای سینه، داخلی بالای سینه فشار بیشتری. عالی. از اینکه برنامه فیت رو مشاهده می‌کنید سپاسگزاریم. در برنامه‌های آینده با عضلات دیگر در خدمت شماییم. خسته نباشید. خدا نگهدار.